نوار هشتم، لبه آ. نام کتاب: غرور و تعصب. نویسنده: جین استن. مترجم: دکتر شمس الملوک مصاحب. صفحه 230. آقای کالینز سر موعد معین به لنگبورن بازگشت، اما پذیرایی که از او به عمل آمد با دفعه قبل خیلی فرق داشت. ولی او انقدر خوشبخت بود که به توجه و مهربانی دیگران احتیاجی نداشت و مشغله عشق و عشق بازی دیگران را از مصاحبت زیاد او نجات می داد و این برای آنان فوز عظیمی بود. قسمت عمده روز را در منزل لوکاس می گذرانید و بیشتر شبها فقط چند لحظه پیش از موقع خواب باز می گشت تا از خانواده بنت برای غیبت خود عذرخواهی کند. خانم بنت در حال رقت‌آوری به سر می برد. هر کلمه و اشاره‌ای که مربوط به این ازدواج بود او را از فرط بدخلقی و تغییر از خود به در می کرد. و بدبختانه هر جایی که می رفت صحبتی راجع به آن می شنید. از سایه شارلوت تنفر داشت و به خصوص وقتی فکر می کرد که شارلوت در آن ملک و امارت جانشین وی خواهد شد، تنفر آمیخته به حسادتش شدیدتر می شد. هر وقت شارلوت به دیدن آنها می آمد، خانم بنت فکر می کرد در انتظار تملک آنجا ساعت شماری می کند، و اگر با آقای کالینز با صدای آهسته صحبت می کرد، تصور می کرد راجع به لنگبورن صحبت می کنند و تصمیم می گیرند که به محض اینکه آقای بنت بمیرد، او و دخترانش را از آنجا بیرون کنند. راجع به افکار خودش در این مورد با لحنی تلخ و شکوه‌آمیز به شوهرش گفت: آقای بنت، چه مشکل است انسان فکر کند که شارلوت لوکاس بانوی این امارت خواهد شد و ما را با زور و جبر از اینجا بیرون خواهد راند و جای مرا اشغال خواهد کرد. عزیزم، این افکار حزن‌آور را به خودت راه نده. بگذار امیدهای بهتری داشته باشیم. بگذار فکر کنیم که عمر من از آنها طولانی تر خواهد بود. این صحبت‌ها برای خانم بنت چندان تسلی بخش نبود، لذا در عوض اینکه جوابی بدهد، شکایت خود را ادامه داد. من تحمل این فکر را هم نمی‌توانم بکنم که آنها صاحب این ملک خواهند شد. باز اگر از طریق وقف نبود، اهمیتی نمی‌دادم. به چه چیز اهمیت نمی‌دادی؟ به هیچ چیز. پس خدا را شکر کنیم که این وضع را پیش آورد و تو را از چنان حالت بی‌حسی و بی‌شعوری برکنار داشت. آقای بنت، من هرگز درباره چیزهایی که مربوط به این وقف باشد شکرگزار نخواهم بود. چطور کسی رضا می‌دهد و حاضر می‌شود که ملکش را از دست دخترانش خارج کنند و وقف دیگران سازند؟ من که نمی فهمم و تازه هم همه این کارها برای خاطر آقای کالینز بشود. اصلا چرا او باید بیش از دیگران از اینجا سهم ببرد؟ جواب این مطلب را به عهده خودتان می گذارم تا هر طور میل دارید تعیین کنید. فصل 24، صفحه 233. نامه دوشیزه بینگلی رسید و همه شک و تردیدها را خاتمه داد. اولین جمله نامه به طور قطعی اشاره می داشت که همه برای تمام مدت زمستان در لندن خواهند ماند و همچنین حاکی از اظهار تأسف او و برادرش بود که موقع عزیمت از نظرفیلد وقت نداشتند از دوستانشان خداحافظی کنند و عرض احترام و ارادت نمایند. امیدها یک بار از بین رفت و وقتی جین توانست نامه را تا آخر بخواند، به جز اظهار محبت نویسنده نامه، کمترین چیزی که اسباب تسلی و راحتی خیال برایش باشد نیافت. سراسر نامه مشتمل بر تعریف و توصیف دوشیزه دارسی بود. شرح زیبایی و جذابیت او موضوع اصلی نامه را تشکیل می داد. کارولین با کمال خوشحالی از ازدیاد صمیمیت بین خودش و دوشیزه دارسی و از حصول و تحقق یافتن آرزوهایی درباره عروسی برادرش با دوشیزه دارسی که در نامه بیش از آنها به آشکاری سخن گفته بود خبر می داد.
و با مسرت تمام نوشته بود که برادرش در خانه دارسی مقیم شده و همچنین با بیانی حاکی از وجد و شوق اشاره کرده بود که برادرش در صدد تهیه مبل و اساسیه جدید برای خانه خود می باشد. جین فوراً رؤوس مطالب نامه را با الیزابت در میان نهاد و وی با سکوت آمیخته به تنفر و خشم گوش می داد. قلب او دستخوش دو احساس تأثیر و دلسوزی نسبت به خواهرش و کینه و بغض نسبت به دیگران شده بود. نسبت به اظهارات کارولین دایر به علاقه برادرش به دوشیزه دارسی هیچ اهمیتی نمی‌داد و اعتباری قائل نبود و همچنین در وجود علاقه فوق‌العاده بینگلی نسبت به جین هم تردیدی برایش حاصل نشده بود. الیزابت اگرچه همیشه مایل به دوست داشتن بینگلی بود، ولی اکنون که می دید بینگلی اینقدر ملایم و نرم و فاقد تصمیم راسخ و قطعی است و به سهولت بنده و تابع دوستان ناقلا و حیلگر خود می شود و سعادتش را فدای حرص و بلند پروازی و تمایلات آنها می کند، نسبت به او خشمگین و متغیر شده بود و حتی از تحقیر و پست شمردنش نیز خودداری نمی کرد. اگر فقط پای خوشبختی خود بینگلی در میان بود، الیزابت او را مجاز می دانست که به هر نحوی که بخواهد با آن بازی کند و آن را فدای این و آن سازد. ولی خوشبختی خواهرش جین به این امر بستگی داشت و الیزابت فکر می کرد که بینگلی باید این موضوع را بداند. خلاصه این موضوعی بود که میشد ساعت‌های متوالی درباره‌اش فکر کرد و نتیجه‌ای هم نگرفت. الیزابت نمی‌توانست به هیچ مطلب دیگری بیندیشد. از خود می‌پرسید آیا علاقه بینگلی نسبت به جین از بین رفته یا به واسطه فشار دوستانش مسکوت مانده؟ آیا از علاقه جین نسبت به خودش خبر دارد یا از درک آن غافل مانده است؟ در هر یک از این حالات، اگرچه عقیده الیزابت نسبت به بینگلی تغییر می کرد، ولی اثرش در وضع و حالت خواهرش یکسان بود و خوشی و آسایش او را مختل ساخته بود. یکی دو روز گذشت. جین قادر نبود از احساسات و ناراحتی‌های خود در این باره با الیزابت حرفی بزند. بالاخره روزی که خانم بنت زیادتر از معمول از نزرفیلد و بینگلی صحبت کرد و جین را بیشتر متأثر و ناراحت ساخت، وقتی جین با الیزابت تنها شد به او گفت: آخ، کاش مادر عزیزم می توانست کمی جلوی خودش را بگیرد. نمی داند که فکر و صحبت دائمش درباره او چقدر مرا متألم و محزون می کند و صدمه می زند. ولی من گله و شکایتی نمی کنم. این وضع زیاد طول نخواهد کشید. او فراموش خواهد شد و ما همه به همان حالت اول باز خواهیم گشت. الیزابت به جین نگاه می کرد ولی حرفی نمی زد. از قیافش ناراحتی و نگرانی برای جین و شک و تردید خوانده می شد. جین که کمی رنگش تغییر کرده بود گفت: از اینکه میگویم او را فراموش میکنم شک داری، ولی مطمئن باش که در این تردید محق نیستی. ممکن است یاد او در حافظه من به صورت محبوب ترین کسانی که در همه عمر شناختم باقی بماند، ولی فقط همین است و بس. دیگر نه امیدی دارم و نه بیمی و نه موردی که او را مستوجب سرزنش بدانم و خدا را شکر میکنم که دیگر این ناراحتی را ندارم. بنابراین کمی وقت لازم است و پس از آن مسلماً سعی می کنم بر این خیالات فائق آیم. سپس با لحن محکمتری گفت: خیالم از این حیث راحت خواهد بود که همه این جریانات مولود یک اشتباه و توهم از طرف من بود و صدمه آن هم به کس دیگری جز خودم نرسید. جین عزیزم، تو بیش از اندازه خوبی، بی‌طرفی و ملایمت و شیرینی و خلق و خوی فرشته آسایی داری. من نمی‌دانم به تو چه بگویم، زیرا فکر می‌کنم هر چه هم بگویم درباره تو کم است و هر چه هم تو را دوست داشته باشم، تو سزاوار بیشتر از آنی.
جین در مقابل این مدح و تحسین‌های فوق‌العاده اظهار فروتنی کرد و خود را در خور آنها ندانست و به الیزابت اظهار داشت همه از حسن نظر و محبت فوق‌العاده خواهرانه اوست. الیزابت جواب داد: نه، این حرف عادلانه نیست. تو آرزو داری از همه مردم به خوبی و احترام یاد کنی و اگر من به کسی ایرادی بگیرم و از کسی بدی بگویم ناراحت می شوی. ولی وقتی از خودتو تعریف می کنم و تو را از هر حیث کامل می شمارم مخالفت می کنی. واهمه ای نداشته باش که مبادا من غلو کنم و یا به این خیرخواهی و خوشنیتی که تو نسبت به همه خلق عالم داری تجاوز کنم و وارد قلمرو تو شوم. نه، احتیاجی نیست. عده کسانی که من حقیقتا دوست دارم خیلی کم است، ولی کسانی را که درباره آنها به خوبی فکر می کنم هنوز کمترند. هرچه بیشتر دنیا را می‌بینم، بیشتر از آن ناراضی می‌شوم و هر روز در عقیده‌ای که نسبت به عدم ثبات طبیعت اشخاص و خلق و خوی بشری دارم، راسخ‌تر می‌شوم و اطمینان می‌یابم که نباید به ظاهر ارج و قدر یا فهم و عقل اشخاص تکیه کرد. در همین اواخر بدون نمونه و شاهد مثال برخوردم. یکی را اصلا نام نمی‌برم و دیگری عروسی شارلوت است. عجیب و باور نکردنی است. از هر حیث که در نظر بیاوری عجیب و باور نکردنی است. لیزی عزیزم، تسلیم چنین افکار یأس‌آمیزی مشو. این نوع افکار سعادت و خوشی تو را متزلزل می کند. تو تفاوت مواضع و مواقع و اخلاق و طبایع را در نظر نمی گیری. در نظر بیاور که آقای کالینز شخصی محترم و شرافتمند است و شارلوت دختری محتاط و دوراندیش و متین و منظم. و باز فکر کن که شارلوت دختر خانواده پرجمعیتی است. از نقطه نظر پول و مادیات این ازدواج برای او بسیار شایسته است. و برای اینکه همه را تبرئه کنی فکر کن که ممکن است در قلب شارلوت نسبت به پسر عموی ما چیزی مانند توجه و علاقه وجود داشته باشد و همچنین برای او احترامی قائل باشد. برای رضایت و مسرت تو حاضرم هر طور بگویی فکر کنم، ولی هیچ کس دیگر از این حسن قبول من بهره‌ور نخواهد شد. زیرا اگر من اطمینان بیابم که شارلوت احترامی به کالینز دارد، آن وقت شعور و فهمش به نظرم ناچیزتر و بدتر از قلبش خواهد آمد. آخر جین عزیزم، آقای کالینز شخصی خودبین، پرلاف و گزاف، احمق و کوته فکر است. همانطور که من فکر می کنم، تو هم باید بیاندیشی که زنی که او را به همسری اختیار می کند، نباید فهم و شعور درستی داشته باشد. تو نمی توانی از وی دفاع کنی، اگرچه شارلوت لوکاس باشد. برای خاطر یک فرد نمی توانی معنی اصل اخلاقی و راستی و درستی را تغییر دهی، یا به خودت نمی قبولانی که خودپرستی را با احتیاط و دوراندیشی و بی‌حسی و بی‌شعوری در برابر خطر را به تأمین خوشبختی تعبیر کنی. به نظر من نسبت به هر دو خیلی تند می روی و امیدوارم وقتی خوشبختی آنان را بالعیان دیدی متقاعد شوی. اما دیگر راجع به این موضوع بس است. در ضمن صحبت به مطلب دیگری هم اشاره کردی و از دو شاهد مثال اسم بردی. من مقصود تو را می فهمم. فقط لیزی عزیزم، از تو خواهش می کنم با سرزنش کردن او و اظهار این مطلب که وی از نظر تو افتاده است، مرا متعلم و متأثر مکن. ما که نباید حاضر و آماده به قبول این مطلب باشیم که از روی قصد و نیت به ما آسیب و لطمه زدند. ما نباید انتظار داشته باشیم یک مرد جوان پرشور و زنده دل همیشه ملاحظه همه چیز را بکند و اطراف و جوانب کار را در نظر داشته باشد. مخصوصا اگر فکر کنیم که اغلب اوقات خودپرستی خود ما را فریب می دهد. زنان از روی وهم و خیال تحسین و تمجید مردان را خیلی بیش از آنچه که هست ارزش می نهند و به آن امیدوار می شوند. مردان هم قصد و تعمد دارند که زنان دستخوش چنین وهم و خیالی بشوند.
اگر واقعا مردان از روی قصد و تعمد چنین کاری کنند، البته نمیتوان آنان را تبرئه کرد. ولی من تصور نمی کنم اینقدرها هم که بعضی اشخاص تصور می کنند، طرح و نقشه‌ای در کار باشد. البته من به هیچ وجه این عمل آقای بینگلی را حمل بر نقشه قبلی نمی کنم. ولی ممکن است بدون تعمد و بدون قصد بدخواهی برای دیگران بدی کرد و می توان از روی سهو و خطا سبب بدبختی دیگران شد. بیفکری، عدم توجه به احساسات دیگران و عدم تصمیم باعث چنین کارهایی می شود. آیا قضیه مورد بحث را به یکی از این علل محسوب می داری؟ بلی، به آخری. اما اگر من این موضوع را ادامه دهم و فکر خود را راجع به اشخاصی که تو برایشان ارج و قدر قائلی بیان کنم، بدت خواهد آمد. پس در ضمن صحبت هر جا مایل بودی، صحبت مرا قطع کن. پس تو اصرار داری بگویی خواهران او را تحت تأثیر قرار دادند؟ بلی، به کمک دوستش. من نمی توانم باور کنم. چرا آنها باید او را تحت تأثیر قرار دهند؟ آنها فقط طالب سعادت او هستند و اگر او به من علاقه‌مند باشد، هیچ زن دیگری نمی‌تواند علاقه او را به خود جلب کند. فرض اولیه تو غلط است. آنها ممکن است به جز سعادت او طالب هزار چیز دیگر باشند. ممکن است خواستار افزایش ثروت او باشند. ممکن است طالب این باشند که او با دختری که واجد همه مزایا و اهمیت، تمول، مقام و مرتبه و غرور باشد ازدواج کند. بدون تردید آنها آرزو دارند که او دوشیزه دارسی را برای همسری انتخاب کند، ولی ممکن است ریشه این آرزوی آنها از احساسات و تمایلاتی بهتر و صحیح‌تر از آنچه تو فرض می‌کنی آب بخورد. آنها دوشیزه دارسی را خیلی زیادتر و بهتر از من می‌شناسند، لذا تعجبی ندارد اگر او را بیش از من دوست بدارند. اما آرزوی آنها هرچه هم باشد، احتمال این را ندارد که مخالف تمایل برادرشان باشد. کدام خواهری به خود این حق و آزادی را می دهد؟ مگر اینکه نظر و تمایل برادر در خور ایراد و اعتراض باشد. اگر خواهران بینگلی مطمئن بودند که او به من علاقه‌مند است، کوششی در جدایی ما نمی کردند. و اگر او به من علاقه‌مند بود، تازه کوشش آنها به جایی نمی رسید. اما تو با این فرضیه خودت مبنی بر وجود چنین علاقه‌ای همه را به ارتکاب خطا و خلاف طبیعت و عرف و عادت نسبت می‌دهی و مرا خیلی متأثر و محزون می‌کنی. خواهش می‌کنم با این طرز فکر خود مرا آزرده و دلتنگ مکن. من از اینکه اشتباه کرده باشم خجل نیستم. اگر هم خجل باشم، تأثیرش خیلی کم است و در مقابل احساسات دردناکی که از سوء نظر درباره او و خواهرانش برایم حاصل می شود، هیچ است. پس اجازه بده که همه این جریان را به بهترین صورتی که ممکن است و به نحوی که قابل فهم و قبول باشد توجیه کنیم. الیزابت نتوانست در مقابل این خواهش مخالفتی کند، و از آن به بعد به ندرت اسم آقای بینگلی بین آنها برده شد. خانم بنت هنوز از بازنگشتن بینگلی اظهار تعجب و شکوه و ناله می کرد و اگرچه به ندرت روزی می گذشت که الیزابت همه اطراف و جوانب این موضوع را کاملاً بر او روشن نکند، ولی او پیوسته با همان تعجب و نگرانی و ناراحتی خیال به این موضوع فکر می کرد. الیزابت سعی می کرد مادرش را به چیزی که خود به آن عقیده نداشت متقاعد کند. به مادرش می گفت علاقه بینگلی به جین یک رویداد عمومی و معمولی و فقط اثر یک میل بی‌ثباتی بوده که با ندیدن او بالمره قطع شده است. اگرچه خانم بنت در آن لحظه‌ای که الیزابت حرف می‌زد گفتش را تصدیق می‌کرد، ولی هر روز همان داستان تکرار می‌شد. بهترین تسلی و راحتی خانم بنت در این بود که بگوید آقای بینگلی تابستان مجدداً مراجعت خواهد کرد.
آقای بنت موضوع را به طرز دیگری تلقی می کرد، چنان که روزی به الیزابت گفت: از این قرار که می بینم خواهرت در عشق موفق نشده است. به او تبریک می گویم. هر دختری دوست دارد قبل از ازدواج گاه به گاه در عشق تیرش به سنگ بخورد، زیرا موضوعی برای فکر کردن به دست می دهد و به علاوه او را بین اقران و امثال تا حدی مشخص و ممتاز می کند. نوبت تو کی می رسد؟ تو صبر نداری که جین خیلی از تو جلو بیفتد. حالا دیگر نوبت توست. در مریتون افسران زیاد برای دلشکسته کردن خانمهای جوان و مواجه ساختن آنان با یأس و حرمان وجود دارند. ویکام را برای خودت انتخاب کن. جوان تو دل برویی است و به خوبی قادر است بلهوسی و بیوفایی کند تا تو هم به نوبه خود و مثل جین دارای اعتبار و امتیاز شوی. تشکر می کنم آقا، ولی من به کمتر از ویکهام هم قانعم. ما همه نباید توقع بخت و طالع جین را داشته باشیم. صحیح است، ولی حسنش در این است که هرچه از این اتفاقات برای شما بیفتد، مادر مهربانی دارید که به بهترین نفع از آن استفاده می کند. مصاحبت و معاشرت آقای ویکهام تأثیر زیادی در زایل کردن ظلمت و کدورتی داشت که به واسطه اتفاقات نامطبوع اخیر در قلوب بیشتر افراد خانواده بنت سایه افکنده بود. بیشتر اوقات او را می دیدند و علاوه بر سایر عوامل محبوبیت، صمیمیت و یکرنگی که در افشا کردن اسرارش نشان می داد نیز اضافه شده بود. کلیه داستانی را که الیزابت قبلا شنیده بود، ادعاهای ویکهام نسبت به دارسی و همه رنج و ناراحتی هایی که از طرف او متحمل شده بود، بی پرده در معرض اطلاع عمومی گذاشته شده و مورد بحث قرار گرفته بود. همه خوشنود بودند که قبلا و بدون اینکه از موضوع اطلاعی داشته باشند، از دارسی متنفر بودند. جین تنها کسی بود که می گفت باید حوادث و اموری در این جریانات دخیل باشد که اهالی هرتفوردشایر از آن بی اطلاعند و در صورت اطلاع قضاوتشان خیلی تغییر می کرد. طبیعت ملایم و خلوص و صفا و متانت او بدین نحو دفاع می کرد و مصرانه از امکان اشتباهات و سوء تفاهمات دم می زد. اما از نظر هر کس دیگر آقای دارسی محکوم بود و به صورت بدترین مردان در آمده بود. فصل 25، صفحه 244. بعد از اینکه یک هفته به کار عشق و عاشقی و تحریزی سعادت آینده گذشت، روز شنبه رسید و آقای کالینز را از وصال شارلوت محبوبش محروم کرد. تهیه و تدارک پذیرایی عروس رنج فراق را بر آقای کالینز سبک می کرد، زیرا امیدواری داشت که به فاصله کمی پس از بازگشتش به هرتفوردشایر باید تاریخ روزی که وی در آن روز خوشبخت‌ترین مرد روی زمین خواهد شد تعیین شود. با همان وقار و ترتیب دفعه پیش از قوم و خویش‌های خود در لنگبورن اجازه مرخصی گرفت و خداحافظی کرد و مجدداً برای دختر عموهای زیبایش درخواست سلامت و سعادت کرد و به پدر آنان نیز وعده نامه تشکرآمیز دیگری داد. دوشنبه بعد برادر و زن برادر خانم بنت طبق معمول برای گذراندن عید تولد مسیح به لنگبورن آمدند. خانم بنت از ملاقات و پذیرایی آنها خیلی مشعوف شد. آقای گاردنر مرد فهمیده و اشراف منشی بود که چه از حیث طبیعت و فطرت و چه از حیث تربیت نسبت به خواهرش برتری بسیار داشت. خانم‌های نزرفیلد به سختی می‌توانستند قبول کنند که مردی که همه عمرش را در تجارت و در مجاورت انبارهای کالای خود گذرانده، اینقدر تربیت شده و مبادی آداب باشد.
خانم گاردنر که چندین سال از خانم‌های بنت و فیلیپس جوانتر بود، خانومی شیک و ظریف و باهوش و دوست داشتنی و محبوب دختران بنت بود. بین او و دو دختر بزرگتر مخصوصاً دوستی و صمیمیت خاصی برقرار بود و آنان اغلب در شهر نزد او به سر می‌بردند. اولین کار خانم گاردنر پس از ورود تقسیم کردن سوغات و توضیح دادن درباره مدهای جدید بود. وقتی این کار انجام شد، او دیگر کار چندان موثری نداشت و نوبت او بود که بنشیند و گوش بدهد. خانم بنت درد دل زیاد و شکوه و شکایت فراوان داشت و اظهار می کرد که پس از آخرین باری که یکدیگر را دیده اند برای همه افراد خانواده او خیلی بد پیش آمده است. دو تا از دخترها یک قدم به عروسیشان مانده بود ولی سرانجام کار به جایی نرسید. سپس بیانات خود را چنین تمام کرد: من جین را سرزنش نمی کنم، زیرا اگر می توانست آقای بینگلی را از دست نمی داد. اما لیزی، آخ خواهر، چه بگویم که اگر به واسطه خودسری و خطای خودش نبود، حالا باید زن آقای کالینز باشد. آقای کالینز در خود همین اتاق از او خواستگاری کرد و او این خواستگاری را رد کرد. نتیجه این شد که لیدی لوکاس زودتر از من یک دختر شوهر می دهد. و علاوه ملک لنگبورن نیز مثل سابق به حال وقف میماند. خواهر، این خانواده لوکاس خیلی هیلگر و آبزیرکاه هستند. فقط برای منافع خود با انسان دوست میشوند. متاسفم که چنین حرفی درباره آنها بزنم، ولی عین واقع است. از اینکه می‌بینم در خانواده خود اینطور نقشه و نظرم خونسا می‌شود و همسایه‌هایی دارم که فقط به فکر خود هستند، بی اندازه عصبانی و متأثرم. به هر صورت آمدن شما مخصوصاً در چنین موقعی بهترین مایه تسلی است و خیلی خوشوقت می‌شوم که راجع به آستین بلند و مدهای تازه صحبت کنید. خانم گاردنر در ضمن مکاتباتش با جین و الیزابت از بیشتر این اخبار اطلاع یافته بود، لذا جواب کوتاهی به خواهرش داد و به ملاحظه حال خواهرزاده‌هایش صحبت را تغییر داد. اما وقتی با الیزابت تنها ماند، سر صحبت را درباره این موضوع باز کرد و گفت: از قراین برمی آید که شانس بسیار خوبی برای جین بوده. خیلی متاسفم که به هم خورد، ولی نظایر این چیزها خیلی اتفاق می افتد. مرد جوانی به آنطور که تو بینگلی را توصیف می کنی، به آسانی در ظرف 2-3 هفته عاشق دختر قشنگی می شود و وقتی حادثه ای آنها را از هم جدا کند، به همان آسانی هم فراموش می کند. این هوا و هوسها و بی‌ثباتی ها خیلی فراوان و معمول است. در مورد خود تسلی خوبی است، اما در مورد ما مصداق پیدا نمی کند. ما این لطمه و صدمه را از حادثه نمی خوریم. به ندرت اتفاق می افتد که مداخله دوستان مرد جوانی را که سرمایه مستقلی دارد وادار کند که اسم دختری را که تا چند روز پیش به شدت عاشقش بود بر زبان نیاورد. اما این بیان به شدت عاشقش بود انقدر عمومی و مشکوک و غیر مشخص است که چیزی را بر من روشن نمی کند و همانطور که به علاقه های پابرجا و شدید تعلق می گیرد، اغلب به احساساتی که فقط پس از نیم ساعت آشنایی تولید شده نیز اطلاق می شود. خواهش می کنم درست به من بگو عشق آقای بینگلی به چه درجه شدت داشته است؟ من هرگز توجه و تمایل و علاقه‌ای که به این اندازه امید بخش و آتیش به نظر روشن باشد ندیدم. هر وقت بینگلی با جین بود، سراپا به او متوجه و مشغول و نسبت به سایرین به کلی بی توجه بود. هر دفعه آنها با هم ملاقات می کردند، علاقه او نسبت به دفعه قبل واضح‌تر و مشخص‌تر می شد. در مجلس رقصی که خودش در نظرفیلد ترتیب داد، عده‌ای از خانم‌های جوان را از خود رنجاند، زیرا تمام وقت با جین می‌رقصید و از آنها تقاضای رقص نکرد.
خود من 2 دفعه با او حرف زدم و جوابی نشنیدم. آیا ممکن است علائم بهتری تصور کرد؟ آیا ترک توجه و تعارف نسبت به عموم روح و اساره عشق نیست؟ بلی، این همان عشقی است که من تصور می کنم که او واجد بوده. تفلک جین، خیلی دلم برایش می سوزد.